در بسیاری از ورژن های بایوس انتخاب به نام ماستر وجود دارد که با دادن پاسورد می توان تنظیمات بایوس را از تغییرات محافظت کرد اما قسم set supervisor password این صفحه اصلی تنظیمات بایوس است مهمترین تنظیمات بایوس در اکثر مادربردها بایوس یا اینکه از AMI یا اوارد یا Phoenix می باشد با نظر داشته ویزون های مختلف بایوس و مادربوردهای های مختلف ممکن است شکل هایی که در تنظیمات بایوس می بینید ممکن با شکل تنظیمات بایوس شما فرق داشته باشد کوشش کردیم اکس های از ویژن های مختلف بایوس باشه برتون آماده کردیم تا خوبتر متوجه شوید وقتی که کامپیوتر رو روشن کنید در اولین صفحه که در قسمت اول آموزش در عکس بالا دیدین با فشار دادن تکمه دلیت در کیبورتان به صفحه اصلی تنظیمات بایوس داخل میشین که در آنجا انوان های مختلف را توانید ببینید که هر کدام تنظیمات مختلف را انجام میده باید یادآور شوم نظر به بایوس فرق می‌کنه. تنظیمات در بعضی در قسمت راست و در بعضی در قسمت پایین به زبان انگلیسی رانمایی های هم هست که با کم دقت متوجه می شوید. قبل از آن که تغییرات در تنظیمات بایوس انجام دهید باید از تنظیمات فیلی که فعلا تنظیماتش است یک یادداشت و یا عکس از او بگیرید تا در صورت مشکل کامپیوتر با کمک همین یادداشت و عکس آن را به حالت قبلی برگردانید در بعض از کامپیوترها می توانید با تکمه پرینت سکرین در کیبوردتان در پالو و پیشتر که تکمه یک برتان نشان دادم پاس در چپش یا راستش همی پرند سکرین وجود داره میتونید مثلا عکس از بگیرین خب در کیبورد هم عکس از تنظیمات بایوس تا کنید از با فشار دادن پرند سکرین در بسیاری از تنظیمات بایوس با دو کلمه انیبلد ای یا فعال کردن و دیسیبلد یا غیر فعال کردن برمی خورید و در باقی مانده تنظیمات بایوس امکانات را از لست انتخاب می در شکل پوینت توجه کنید توجه کنید اما که در شکل بالا در صفحه اصلی تنظیمات بایوس میبینید که با کدام ما در کیبورد و چه کارهایی را میتوانید انجام بدهید اینجا میبینید مشخص نشان دادیم با چوکات سرخی که مثلا میبینید خب اینجا ما با اساس A, B, یا در پایان شکلشان ماندیم که بهتر متوجه شوید خب A وقتی که استاندارد سی ام را در صفحه اصلی تنظیمات بایوس انتخاب میکنید در قسمت دیت تایم می توانید تاریخ و ساعت کامپیوترتان را تنظیم کنید در ویندوز هم راحتی کار می توانید انجام بدید بی در آی دی ای چنل می توانید ببینید که هارد درایو و uh, CD و دی وی تان با چه شکل در کامپیوترتان وصل است سی در قسمت ویدیو باید تنظیمات بایوس به با EGA یا VGA باشد در غیر این صورت تنظیمات بایوس با حروف خیلی بزرگ و کلان دیده میشن و معلوماتی که بایوس میده هم درست نمیشون بخوانید دی در قسمت Halt On میتونید بایوس را قسم تنظیم کنید که کامپیوتر در موقع روشن شدن در صورت داشتن کدام مشکل چیگونه اکس عمل نشان بده معمولا بایوس در صورت بروز یا داشتن کدام مشکل معلومات مختصر میته و قبل از او که کامپیوتر روشن شوه منتظر فشار تکمه میمانه که شما کدام تکمه فشار بدین در صورت اگر میخواین کامپیوتر بدون توجه به مشکل در دسکیت و یا مشکل در کیبورد روشن شوه all but this کی را انتخاب کنین به عکس از توجه کنین هم قسمه که در بالا برتان توجه دادم A B C و D خب اینجا بازم شکل در پایان گذاشتیم در قسمت ای ویروس وارنینگ اگر این را فعال یا انیبل کنید بایوس وقتی یک پروگرام را می خواهد که در معدوده استارت هارد درایوتان کار انجام بده اشدار یا علف میده در عمل فعال کردن آن کدام محافظت زیادی را از سیستم تان انجام نمیده. ده اینکه این که مانع انستال ویندوز هم میشه. پس بهتر است که ویروس وارنینگ را بگذاریدم تو F در قسمت فرست Second, Third Boot Device اینجا مشخص میکنید که بایوس از کدام درایو ویندوز روشن کند این بسیار مهم است توجه کنید که وقتی که ویندوز ایکس پی یا ویندوز ویستا را انستال میکنید باید کامپیوترتان از سی دی یا دی وی دی روشن شود این توجه کنید این قسمت اگر شما میخواهید ویندوز انستال کنید باید فرست بود دیوایز سیدیروم یا DVD انتخاب کنید در غیر این صورت به خاطر که بایوس در جستجوی دس، دسکیت و یا CD و DVD به خاطر روشن کردن ویندوز نباشد میتونید که در فرست بوت دیوایس خاطر چند سانه زودتر روشن شدن ویندوز هارد دیسک را انتخاب کنید در قسمت بود other device اینجا فقط به درد کار برای شرکت های بزرگ که از نتورک استفاده میکنن می‌خوان که مشخص کنند که ویندوز یا اپراتینگ سیستم از کدام سرور مخصوص روشن شوند جی، در قسمت بود اپ نام لوک می میتونید این را فعال یا آن کنید این تنظیم همان شماره هایی که در کیبورد به طرف راست می‌بینید است H در قسمت آی, پی آی سی میوت باید گفت که این تنظیم در بایوس در کار قطعات مادر بورد و کارت های جاسوسی شده استفاده میشه که باید فعال یا انیبل باشن در غیر صورت ممکن بعضی کارت های جاسوسی شده نصب شده در کامپیوترتان مانند گرافیک کارت و ساوند کارت کار درست خود انجام ندن با شکل پایین توجه کنید اما قسمت که در بالا برتان E, F, G, H اینجا میتونید ببینید خب جی در قسمت انتل ای آی اس میتونید فعال یا انیبلد بگذارید این انتخاب به خاطر صرفه جویی برق در انتل پروسسور است نگفتن من صرف جویی برق در ام دی پروسسور در بایوس به نام کولون کوایت می باشد به شکل پایین توجه کنید یا از انتل قسمت که می و ای از AMD پروسسور خب که okay. در قسمت کویک Power on Self Test این رو اگر غیر فعال یا دیزیبل کنید بایوس یک تست مکمل از قطعات کامپیوتر تان انجام میده که این کار وقت فایده داره که کامپیوتر قبل از روشن شدن ویندوز خاموش میشه در غیر صورت فایده نداره به شکل پایین توجه اگر در تنظیمات بایوس تان HDDSMART capability را, فعال یا enable کنید بایوز در صورت کدام خرابی هارد دسک هشدار یا alert میده به عکس پایین توجه کنید در تنظیمات بایوزتان در ACPI suspend type شما اگر S1 را میبینید به این منوع است که کامپیوترتان یک اندازه کم برق را مصرف میگوند توجه داشته باشید اگر S3 یا S3 را فعال است به این مانا که کامپیوترتان در موقع خواب یا خاموش بودن برق بسیار, بسیار بسیار کم استفاده میکنه با اکس پایین توجه کنید S1 و S3 S1 و S3 در تنظیمات بایستان در PC Health Status میتونید درجه حرارت پروسسور و کیس کامپیوتر تان ببینین و اگر درجه حرارت خیلی بالا است پکی که در کیس کامپیوتر در صندوق کامپیوتر تان هست امتحان کنید که خوب کار کنه که خراب نباشه با عکس پایین توجه کنید این تمپراتوری یا درجه حرارت سیستم تان شما یا هم سی پی در تنظیمات بایستان در execute disable بیت باید فعال یا enabled باشد چرا که در مقابل ویروس ها و پروگرام های مخرب دیگر تواند محافظت کند با عکس پان توجه کنید